مهمترین عناوین خبری هفته فاش شدن اطلاعات میلیون ها مشتری کپیتال وان در کانادا تاریخ نهایی انتخابات فدرال در 21 اکتبر کمبود داروها در کانادا و قانون جدید ترامپ نصب دوربین های هوشمند کنترل سرعت در بریتیش کلمبیا نگرانی در ارتباط با سلامت آب در بریتیش کلمبیا خطای بی سابقه در جدول نمرات دانش آموزان بی سی. وعده جدید انتخاباتی رهبر حزب محافظه‌کار نتایج نظرسنجی حق ازدواج همجنسگرایان در کانادا سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می کنم خبرها را آغاز می کنیم با خبر فاش شدن اطلاعات میلیون ها مشتری در کپیتال بان روز دوشنبه 29 جولای بانک کپیتال بان اعلام کرد اطلاعات شخصی دست کم 6 میلیون نفر از مشتریان این بانک در کانادا از جمله اسم، آدرس، شماره تلفن، کد پستی، آدرس ایمیل، تاریخ تولد و میزان درآمد آنان به سرقت رفته است. همچنین دست کم یک میلیون شماره بیمه اجتماعی موسوم به سین نامبر نیز مورد سرقت قرار گرفته است. آقای بیل مورنو وزیر اقتصاد کانادا روز سه شنبه یک روز پس از انتشار خبر این سرقت اعلام کرد دولت کانادا در حال بررسی این موضوع است. پس از هک شدن و به سرقت رفتن اطلاعات شرکت های اوبر و ایکویفکس در سالهای اخیر این سومین شرکت آمریکایی است که سرقت اطلاعات محرمانه آن موجب ضرر و زیان به شهروندان کانادایی شده است. بر اساس اعلام نهایی مدیر ارشد سازمان انتخابات کانادا علا رقم تقارن این روز با روز اید و تعطیلات یهودیان رایدهندگان دهندگان در این انتخابات همچون برنامه تعیین شده سابق در تاریخ 21 اکتبر به پای صندوقهای رای خواهند رفت دادگاه این کشور به آقای استفن پرو مدیر ارشد سازمان انتخابات کانادا دستور داد با بررسی موضوع تصمیم نهایی را درباره تغییر احتمالی روز رایگیری به تاریخ 28 اکتبر اعلام کند. آقای پرو روز دوشنبه اعلام کرد تغییر روز انتخابات در جهت منافع اکثریت کانادایی ها نیست. یهودیان در این اید از انجام بسیاری از فعالیت ها از جمله رای دادن من شدند. با این حال به گفته آقای پرو با توجه به گستردگی فرهنگی و قومیتی کانادا روز ایده عالی برای رای گیری که مطلوب همه اقوام باشد در این کشور وجود نخواهد داشت. روز چهارشنبه 31 جولای دپارتمان سلامت و خدمات انسانی دولت آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که از این پس شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند داشت داروهای مورد نیازشان را از کانادا تهیه کنند جایی که به دلیل کنترل قیمت‌ها قیمت دارو در آن بیش از ده برابر تر است این قانون جدید در آمریکا باعث نگرانی داروخانه‌ها در کانادا شده که در حال حاضر نیز با کمبود بیش از هزار نو دارو مواجه هستند با این وجود دفتر وزیر بهداشت کانادا پس از بیانیه دپارتمان بهداشت امریکا از این قانون استقبال کرد و علاقه امریکایی ها به ورود به بازار داروی کانادا را نشانه موفقیت این کشور در زمینه تأمین سلامت و هم مراقبت های بهداشتی خواند. آقای ترودو نیز روز پنجشنبه شنبه یک آگست به مردم اطمینان داد که این قانون به هیچ عنوان نباید موجب نگرانی برای شهروندان کانادایی شود چرا که تأمین نیازهای داروی داخل کشور از اولویت های این دولت است. آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خود در سال 2016 اعلام کرده بود اقلام دارویی را به قیمت پایینتری در اختیار آمریکایی ها قرار خواهد داد دولت استانی بریتیش کلمبیا روز دوشنبه 29 جولای علیرغم برخی موانع قانونی از نصب پنج دوربین کنترل سرعت در های بزرگ در سطح این استان خبر داد از این پس های بزرگ در این استان همزمان مجهز به این دوربین ها و دوربین های عکاسی رادار خواهند شد با این حال دولت این استان از اعلام اینکه رانندگان با حداکثر چه سرعتی می توانند از چهار راه عبور کنند خودداری کرده است. جریمه مربوط به سرعت بیش از حد نیز به نام دارنده خودرو و نه لزوما راننده آن ثبت خواهد شد. سال گذشته تنها در یکی از این چهار راه پرتردد بیش از 150 مورد تصادف گزارش شده بود قرار است در مجموع 35 دوربین برای کنترل سرعت و عبور غیر مجاز از چراغ قرمز تا سال 2020 در چهار راه های این استان نصب شود و اما خبر بعدی در مورد آب نوشیدنی استان بریتیش کلمبیا به گزارش معمور کل بررسی سلامت آب نوشیدنی در استان بریتیش کلمبیا ساکنین این استان به اندازه کافی در جریان خطرات احتمالی مربوط به سلامت آب شرب قرار نمی گیرند. بر اساس این گزارش که روز سهشنبه 30 جولای منتشر شد دولت و وزارت بهداشت استان بریتیش کلمبیا در آگاهی رسانی به ساکنین آن نسبت به سلامت آب شرب کوتاهی می کند. طبق این گزارش با وجود اینکه این استان از سال 2004 تا کنون با شیوع هیچ نوع بیماری مربوط به نوشیدن آب آلوده روبرو نبوده است انجام اقدامات لازم جهت حفظ سلامت آب نوشیدنی در این استان ضروری است در این گزارش از تغییرات اقلیمی فعالیت های صنعتی و افزایش جمعیت به عنوان عواملی که بر سلامت آب نوشیدنی ساکنان بریتیش کلمبیا تاثیر منفی میگذارد یاد شده است وزارت آموزش استان بریتیش کلمبیا از رخ دادن خطایی در جدول بندی نمرات پایان سال دانش آموزان مقطع دوازده در دبیرستان های این استان و تلاش این وزارتخانه برای اصلاح سریع این خطا خبر داد. بر اساس گزارش های رسیده از دانش آموزان و خانواده آنها در این استان دانش آموزانی که نمراتشان به طور معمول در بازه 80 تا 90 درصد بوده است نمراتی در حدود 40 تا 60 درصد دریافت کردند که بر روند پذیرش آنها توسط کالج‌ها و مؤسسات آموزش عالی تاثیرات منفی فراوانی خواهد داشت وزارت آموزش این استان ضمن پذیرش این خطا و ابراز تأسف از, از پیش آمدن چنین خطاهایی به این دانش آموزان اطمینان داد با کالش ها و مؤسسات تحصیلات عالی در این استان از سوی این وزارتخانه برای اصلاح خطاها تماس های لازم برقرار شده است همکنون نیز این وزارتخانه در حال تماس با سایر کالج ها و دانشگاه ها در سطح کشور برای حل این مسئله است آقای اندرو شیر رهبر حزب محافظه کار کانادا در نامه خطاب به رهبران استانها اعلام کرد در صورت انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر آینده این کشور بودجه سلامت و خدمات اجتماعی استانها را هر ساله به میزان حداقل 3 درصد افزایش خواهد داد. آقای شیر علت بیان این اظهار نظر به صورت کتبی را تلاش رقبای انتخاباتی خود در فریب از هان عمومی نسبت به عدم اختصاص بودجه به بخش سلامت در برنامه آینده عنوان کرد. اشاره آقای شیر به سخنان روز چهارشنبه آقای تورودوست که در آن محافظه‌کاران را به اعلام وعده‌های صرفا زبانی و غیرعملی برای افزایش بودجه در بخش های سلامت و خدمات اجتماعی متهم کرده بود. و در پایان چهارده سال پس از اینکه دولت کانادا حق ازدواج برای همجنسگرایان را به رسمیت شناخت، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد از هر چهار کانادایی یک نفر مخالف این حق است. در حالی که از هر ده شرکت کننده در این نظرسنجی یک نفر مخالف هر گونه به رسمیت شناختن قانونی زوجهای همجنسگرا بود، 15 درصد اعلام کردند این زوجها باید حق دسترسی به حقوق زندگی مشترک را داشته باشند اما حق ثبت ازدواج رسمی را نه بر طبق این نظرسنجی 71 درصد از شرکت کنندگان با پیشینه فرهنگی اروپایی موافق ازدواج همجنسگرایان بودند در حالی که تنها 44 درصد از کانادایی ها با پیشینه فرهنگی از شرق آسیا و 42 درصد از کشورهای آسیای جنوبی موافق ازدواج رسمی این همجنسگرایان بودند. این نظرسنجی به صورت اینترنتی و با شرکت هزار نفر در تاریخ 15 تا 17 جولای انجام گرفت. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما میتونید نظرات خود را از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید فراموش نکنید ما رو در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید هفته خوبی رو براتون آرزو مندیم خدا نگهدار من هم خدا نگهدار میگم و تا یک شنبه دیگر کانادا هفتی دیگر از شبکه ایم جی خدا نگهدار